خیابونی رو داشتم میرفتم تو یه شهری، منطقه کشاورزی بود، یه پیرمردی بیل روی دوشش بود، داشت میومد تا منبر، هنو وقت منبر نشده بود، منم از اون منزلی که بودم اومده بودم بیرون، پیاده داشتم میرفتم، جلومو گرفت. سواد مطلقا نداشت، ولی فهم تا دلتون بخواد. البته خدا جلوی راه من قرارش داد که طلبه کم طاقت محدود میشینی رو منبر، شهرها رو نگاه میکنی، خیال میکنی بعضی رو که به نظر میاری نمیفهمم، مثلا تو دل خودت میگی من برای این دهاتی کشاورز بیل به دست چه مطلب مهمی بگم، مگه حالیش میشه؟ خودت حالید نمیشه، چون خودت حالید نمیشه در ارزیابی اشتباه میکنی، مال اینه که نمیفهمی. بیلش و عروکولش برداشت، تکیه داد به زمین، دستشو گرفت به چوب بیل، گفت زکات حالیت میشه؟ یعنی چی؟ چون خودش گندم داشت، جو داشت، انگور داشت، جنسایی داشت که متعلق زکات بود، گفت زکات حالیت میشه؟ حالا آخوندی که آخون باش، تواضع کن، شاید یه چیز جدیدی بخواد بگه، بگو نه حالیم نمیشه، نمیفهم، اخماتو به هم نکش. این برخوردا دلیل بر اینه که من هنو آدم نشدم، یقینا تو که هنو گیر خودتی پس به خدا نرسیدی. چقدر گیر خودشونه، چقدر. منم که دارم میگم استثنا نکنید، از هم لباسی من و خود من تا هر سنفی انقدر زیادن اونایی که گیر خودشونن. در قرآن میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، اینا خودشونو تو زندان خواسته ها و اخلاق خودشون انداختن، اینا اگه تو همین زندان بمیرن قیامت هم تو زندان جهنم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد است، آزاد است. گفت معنی زکات حالید میشه؟ پیش گفتم آقا من خیلی چیزا حالیم نمیشه، من خیلی کم بلدم. گفت حالا منبر که دیر نمیشه، ده قدمی اون حسینیه بودیم، عصرم بود، و وایسا من برات معنی زکات رو بگم. گفتم بفرم. چشم. عیب نداره آدم پیش همه شاگردی کنه، اوستایی نکنه، یه مدتی از اوستاگیری درام ببینم شاگردی چه مزه‌ای داره، از عسل شیرین تر. بنده باش، مالک نباش، حقیر باشم، عظیم نباشم. حال دو سه شب دیگه که این صدا میفته انت المالک و انا المملوک، ما اونجوری باشم، ما اوستا نباشم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد. واقعا باریکلا ای گوینده، باریکلا 700 سال پیش
چقدر زیبا گفتی. حالا جاش هم نیم من کل شعرشو بخونم، یه خطشو میخونم. فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. گیر نیست. یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیغمبرم و فرستادم این بارهای گران، این زنجیرهای منمیت، القاب، اتوار، اینا رو بیریز از وجودتون. سنگین بارها، با این همه زنجیر که نمیشه پرواز کرد. خدا تمام پرندگان و استخوناشون رو تو خالی قرار داد. اگه همین امشب استخونا رو تو پر کنه، یک دونشون نمیتونه پرواز کنه. خالی شو بابا از این آلودگی که بریم. گوبای سوالیت کنم. چشم بگو. گفتش که به کسی میاد در خونت، خیلی آروم بهت میگه پشت بریم محضر، نمیخوادم بگی چی کار داری، میبریم محضر، میبرتت محضر. خودش قبلا رفته تمام کارهای سند رو کرده، به محضری میگه این آغاز اومده امضا کنه. 10 هکتار زمین مستعد آبدار کشاورزی رو به نامت میکنه و بهت هم میگه این 10,000 هکتار پولینی، مال خودت. خورشیدش مجانی، آب قناتش مجانی، روییدن درخت ها مجانی، میوه دادنش مجانی. منم کاری به کارت ندارم، اما یک سال کشت که گذشت یه سبد میوه بده در خونه ما. همین از 10 هکتار 100 هکتار یه سبد معمولی. گفت زکات یعنی بنده من یه گله بزرگ گوسفند بهت دادم، گاو دادم، شتر دادم، صندوق تو طلا دادم، نقره دادم، گندم دادم، جو دادم، گوسفند دادم. سالی یه بار این مقدار از گندم تو بده به خودم، از گوسفندا دو تاشو بده به خودم، از شتر یه دونهشو بده به خودم. نمیخوای بدی؟ ای خائن. نمیخوای؟ ای نمک به حرام. گفت فهمیدی زکاتو؟ گفتم آقا دستتون در نکن. آره فهمیدم.